یالله یالله یالا سلام علیکم. بفرمایید. خوب هستین انشالله؟ ما که شرمنده شمایی معصوم خانم. این ما همش درگیر مریضی مریم بودم. بهتر شد؟ الحمدلله بهتره. زینت خانم چطورن؟ سلام رسوند. احوال فرس شما هست. همین فردا پس فردا میاد خدمتتون. چای دم کردم آقای ابراهیم. باشی میارم خدمت. دست شما درد نکنه. بفهم. معصومه خانم این پول این ماه، ببخشید کمه. دستتون درد نکنه، زحمت کشیدی. جبران میکنم، اول تابستون کار زیاد داره. اشکال نداره آقا ابراهیم، دستتون درد نکنه. قابل نداره. خدا رحمتش کنه. همیشه چایش رو با این نقلا میخورد. با عزت رضا خداحافظ. خداحافظ. غلام باید رضایت بده. من که نمیتونم راحت با حاج غلام حرف بزنم. سرنوشت آدم دست خداست. دست بنده خدا که نیست. چه خودت بخوای هم بود. چه میدونم؟ باشه مریضه هم. خیلی ممنون. سلامت باشه. رضا تو که اومدی؟ همین الان. خب مادر. خیلی ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدار. زینت خانم چیکار داشت؟ ابراهیم که پول ما رو داده بود. کاری نداشت. اومده بود سر بسر. Thank you.
سلام علیکم. سلام ابراهیم، چطوری؟ دختره چطوره؟ حالش خوب شد؟ خوبه، خدا رو شکر. خدا رو شکر، خدا رو شکر. تو هم همش مریضداری میکنی ها. اون ماه مادرت زینت خانم، این ماه هم دخترت مریم خانم. ابراهیم، بایستا کارت دارم. اسم خانم گواردش آوردم. مامانم خونه نیستش. رضا. یعنی هستش. دستش بنده. رضا. کی؟ یالا. یالا. بفرمایید. یالا. سلام علیکم. سلام علیکم آقای ابراهیم. ببخشید دیروز نتونستم بیام. خدا قوت، خسته نباشید. بمونید یه نفس تازه کنید. کجا میخوایی بذارمش؟ اینجا خوبه. این کارا که کار تو نیست. رضا بفرمایید. سلام آج قلام. بفرمایید، خوش اومدی. رضا کجاست؟ رضا؟ نمیدونم، همین جاها بود، تو حیات بود، نمیدونم. شما خوبین؟ بچه ها خوبن؟ نوری خانم خوبه؟ چرا بچه ها رو نیاوردین؟ در خونه چرا بازه؟ این پولی ما آورد؟ بله آورد. چقدر؟ 80 تومن. 80 تومن؟ 80 تومن که بله چند روزه؟ این ابراهیم هم کارش حساب کتاب نداره. اتفاقا خیلی هم سلام رسوند. بنده خدا بچهش مریض بوده، یه دو هفته ای کار نکرد. یه روز بچهش مریضه، یه روز زنش ببین. لا لا الا الله. ولش کن، خودم فکرشو کردم. چیزای که بهت گفتم فکرشونو کردی؟ فکر کنم رضا اومد. سلام. کجا بودی؟ علیک سلام. بشین ببینم. حالا دیگه در خونه رو باز بذاری میری ها؟ با ابراهیمی راجبانه حرف زدم. خودش چیزی نگفت؟ نه، فقط پریروز که اومد پولها رو داد و رفت. دیروز اومد. دیروز یا پریروز؟ دیروز گونی آرد و برد. نه چیزی نگفت. بهش گفتم ما شراکت وانتو نمیخوایم. یا سهم ما رو بخر وانت مال تو، یا وانت رو بفروش پول ما رو بده. گفتم این آخرین باریه که بهت میگم. دیگه بهونه بسته. حالا قراره فردای پس فردا بره تهرون وانت رو بفروشه. ولی کمک خرجمونه ها چی؟ مگه تو این مدت که مهمونت رحمت خدا رفته کم و کسری داشتی؟ مگه لنگی داشتی؟
وصیت اون مرحوم هنوز تو گوشمه. اونقدر که من به فکر خانواده برادرم هم به فکر خانواده خودم نیستم. تو هم نگران نباش، تا من اینجام نمیذارم چیزی کم و کسری داشته باشی. پول وانتم میدم، یه زمین به نامت میکنم. رضام قراره با ابرام بره تهرون. من نمیرم. چه از تو پرسید که بگی میرم یا نمیرم؟ تو پسر محمودی، باید جای اونو اینجا پر کنی. مثلا برای خودت مردی شدی. ما که نفهمیدیم در اومده این وانت چنده. هر ماه یه چیزی میده. یه دفعه 100 تومن میده، یه دفعه 200 تومن میده، حالا شده 80 تومن. هر وقت هم بهش گفتم بفروش، یه بهونه‌ای آورده. با ابراهیم میری تهرون، وانت نفروختی بر نمیگرده توی خونه. اونجا هم حواست باشه با چی معامله میکنه، چند میفروشه. دیگه نباید بهونه بیاره که خراب مرابه ها. اگرم بهونه آورد بهش بگو بفروش. غلام افتاده رو دنده لنجه. نمیبینه فصل کاره، هم میگه وانتو بفروش، وانتو بفروش. خب بهونه به دستش نده. روزی تو که فقط از این وانت نیست. برو که دیگه بهونه برای معصومه نیاره. اگه این غلام فردای بهونه دیگه میاره. سلام آقا ابراهیم، حالتون خوبه؟ مواظب این رضا باشینا، این پسر ما سر به هواست، جایی نره. شما خیالت راحت. تو رو خدا ببخشینا، حاج غلامه دیگه. من که راضی نیستم، ولی خدا بزرگه. بیا مادر، اینو بگی لازمت میشه. موزاش خرابه، دنده سوچارش خوب جا نمیره. حالا رانندگی کردی؟ رانندگی نکردی؟ میگم با این موزاش چطوری بفروشی؟ عمو غلام گفت پرتوریه بپوش، خرابم بود بپوش. باش تدریجی
مردی شده. آخرین باری که دیدمت یادت میاد چقدر بچه بودی؟ بیا بیا چای بخور. نه یادت نمیاد. آخه تابستون که وقت فروختن وانت نیست، میذاشتید پاییز میفروختید. خاشقالم پولشو لازم دار. وانتو بفروشی کار چی میشه؟ بیام پیش خودت چگردی میکنم. خب به حاج غلام میگفتی بذاره واسه بعد. نمیشو. بابات مرد بود، یادش بخه، نمونه نداشت، پهلوون بود. هنوزم صدای خندش تو این گوش منه، اینجوری میخندی. پدرت بیام علف زیر پام صف شده از بس که وایسته. چرا عقب نشستی؟ گفتم جای پسر تنگ نشه، دستون درد نکنه. تنگ نمیشه، یکم مهربونتر میشه. تو این جهنم سردت نشه اینو پوشیدی. خدایی نکرده دجبان بگیره ها، همین یه روز مرخصیم رو هوا. کجا میری؟ خوام برم گلگیر. گلگیر کجاست؟ از اینجا یه ساعت راهه. دامستب یه ماشین هم رد نشد. سربازی همین چیزاست دیگه. یه جماعتی اونجا منتظر من. چه خبره؟ نام زدیمه. نام زدی؟ نام زدی که نه، خواستگاریه. مبارکه. فامیله؟ فامیل که نه، ولی مال یه آبادی، یه جایی آشناست. از حالت خیلی خوبه. حاضر بودی دو ساعت دیگه هم وایسی؟ نه 5 کیلومتر پیاده اومدم. اگه ماشین وای نمیستاد چه میکردی؟ تا خونه عروس کلاغ پر. حالا کی بیایم عروسی شیرینی بخوریم؟ اصلش خواستگاریه، انشالله مرخصی بعد عروسیه. تو که هنوز آشخوری، شغلم که نداری، عجلت برای چیه؟ کار دل دیگه. آن کار دله. همه میدونن که عاشقی کار دله، گناه من نیست، تقصیر دله. آه همینه. شما خود عرضی کردی میدونی آدم چه حالی ده. آره نوار نوار نداری بذاری؟
خسته نباشی جوان، یه وقت خیس نشی. ماشین باید مثل عروس باشه، این که توش خرابه، اقلا بیرونش یه سر و سامونی پیدا. رضا خوش اومدش رو تمیز کن. چرا معطلی؟ دست کار شو. تو چته؟ چرا مثل بارج زهرمار شدی؟ چرا با اون سربازه نگفتی که من پسر نیستم؟ مگه باید برای هر کی قصه تعریف کنم؟ بکر که کر باستی بگم این پسر محمود چری که خدا بیامرزمه. آره اون وقت بگفت محمود کیه؟ خواستی بهش بگم که عموش غلام گفته این ماشین شریکیمونو باید بفروشیم؟ چی تو کلته پسر؟ پاشو کمک کن ببینم حرف مفتی زنه. اینجوریه؟ خودت ماشینو ببر تهرون. هر موقع گفتم استارت بزن. 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 گفتم استارت بزن. چرا منو نگاه میکنی؟ بلد نیست. بیا بشینیم وقت. گفتم بشینیم وقت. ببین. اون ستاره میبینی پایین. اون اولی گازه. دومی ترمزه. سومی کلاچ. اوه. حالا بزن. بزن. گاز بده. گاز بده. گاز بده. گاز بده. ای کلا. سخت بود. نه. کم کم رو. جلوبندی نداری؟ موش طبقات هم تقریبا روز آخرشه. لفت هم میخونه، گیربکست هم از کار افتاده به درد نمیخوره. یعنی باید بیاد پایین، واسه هم مغروم به صرفه نیبخوای سرویسش کنی، باید عوضش کنی. حالی خود دانی. شانس ما حالا که میخواییم بفروشیمش افتاده به خرش. دنده چهارش مشکل داشت، الان دنده سهش هم جا نمید. 50 کیلومتر آخرم با دنده دو اومد. اینو اینجوری که ازت نمیخرم. حالا تو چند میخوای بفروشیش؟ 4 تا. چایی میخوری برات بریزم؟ کمیزا؟ تو چی بچه؟ نه
اینو با این وضعش دو تومن هم ور نمیدارن. سه دیگه سه و دویست وسط مشتری دارم. ببین منو، اونم چکی تازه. خیلی خوبا. کسی از تو پرسید؟ با تو ماشین بشین ببینم. با تو چرا بهش نفروختی؟ میخوام بزنن تو سر مال. باید بفروشیم میفروشیم، اما به قیمت نمو. تو اصلا چک چی میدونی؟ عمو غلام گفت. میدون آزادی، این بزرگترین میدون دنیاست. دنیا؟ دنیا، ایران. چیکار به این کالا داریم؟ این میدونه رو که میبینی نوکش گسته. چی میفرو؟ فال. فال دیگه چیه؟ فال، فال یه شعره که وقتی میخونیش بهت میگه روزگارت چطور میشه. بعضت خوب میشه، بد میشه، پولدار میشی یا نه بدبخت میشی. راسته؟ بعضی وقتا راست نی، ولی بعضی وقتا راسته راسته. الان میریم مسافرخونه یه اتاق میگیریم، بردا میریم پارکینگ ماشین رو میفروشیم. اونجا روزی 1000 تا ماشین خرید و فروش میشه. دیگه کسی نمیتونه بزنه سر ما. اتاق می‌خواستی. کولر داشته باشه؟ بله. کولر دارامون پره. اگر برای یه شب می‌خوان، دو بعد از ظهر باید تخلیه کنیم. باش. شناسنامه‌ها. شناسنامه‌ت آوردی؟ نه. صد دفعه به مادرش گفتم شناسنامه این بچه یاد در بازم یادش رفت. پسرته؟ پسرمه.
تنی داره؟ 13 بود 14 رنگ هم یه دکه به خراب در میشه پنجونی میارزه پنجونی مرزه هست 84 قیمت 9600 پس بخوام داره؟ آقا این ماشین از روه خارجه دو تومن به کار من میخوره کلی هم خرج داره حالا هر جوری میل خودت ببخش دوست داری یا علی دوستم نداری یا علی دست در ولی هم غلام گفت هر چقدر شد بفروشیمش غلام هم ماشین چی سرش میشه؟ اصلا چی میدونه؟ دو تومن ماشین چهار تومنی رو بفروشم دو تومن فردا میرم پول قرض میگیرم گیرباکسش رو تعمیر میکنم رو به راکش ها بعد میفروشیم خوبه؟ الان هم میریم بازار واسه مریم کیف و کتاب مدرسه میخرم تو هم واسه مادرت هرچی خواستی بخر بخور دو تا دفترچه چهل برگ میخواستم بله این چیه خط کشه؟ بله خط کشه خوش یه دونه این هم بده چند تا خودکارم بده آبیه قرمز؟ هم آبی بده هم قرمز خودکار میخواد چیکار؟ بایی نمیره اول ابتدایی اول ابتدایی خودکار نمیخواد که بابا چی مینویسم؟ از این مداده بدیم چهار تا سیاه، سه تا هم قرمز تراش باکن باسش نمیخری؟ تو این چی لازم داره بگو خودت دفتر نقاشی دوتا خدمت مداد رنگی هم از رو 36 تایش بده بله چنده اینه آقا؟ 2500 از اینم بده اون دیگه برای چیه؟ جا مدادیه مداداشو میذاره توش خب میذاره تو کیفش احتیاج نداره آقا دستت درد نکنه بگرد قشنگ ببین چی لازم داره همونو بگیر قشنگ ببین نگاه کن تا من بیام آقا یه دونه از اون میدی چقدر قابل نداشت 6500 دفترش نقاشه یکی چند؟ 500 بفهم درست
بذار کمک کنم. بیا بگی نه ایو خدا حافظ. خدا شما. زندگی مثل دکمه های سیاه برای هر عجیبه این دوتا با هم میشن نهای زندگی. خدا حافظ. چیه دختر جون؟ اتاقت همین بغلیه؟ بیا بیا ببینم. بیا بفرمایید. این بچه شماست؟ جمع جور کن. دستم برمیمونه واسش کرد. خیلی خوب خیلی خوب پاشو دست زنتو بگیر برو به زندگی برس. دو شب هم از نزاشتم به خودم و بخواب.
رضا، رضا فردا میریم خونه خاله هم، بلکه یه پولی بگیرم ماشین راستوری سش کنم ردش کنم بره. شنکو اگه بزنی به یکی چی؟ لا لا حل الله بخیر. دوستی حاج خانم مادرتون چطوره؟ الحمدلله. دخترتون مریم چی؟ اونم بهتر. الحمدلله خدا را شکر. ما اونجا همش بیاد شما ها بودیم. انشالله قسمت شما هم بشه. میشناسینش که؟ رضاست. پسر محمود. نه بابا، پسر محموده. ماشاءالله، ماشاءالله. هزار ماشاءالله. حس و سلامتی کار خیرت انجام دادی. خدا را شکر مریم برادردار شد، معصومه به یه سر سامون رسید. مبارک انشالله، مبارکه. اومدیم وانه تو بفروشیم، گفتم رزارم بیارم یه دوری بزن.
رضا رضا باید تو کجا داری میری؟ باید حرف دارم. مگه پدر تو کشتن چرا این کارا رو میکنی؟ اگه من نمیدونم، اگه من نمیفهمم، زورت به من رسیده. به امو غلام میگم، همه چی بهش میگم. غلام؟ غلام سگه کی باشه؟ بکردی من غلام میترسم؟ من با تو چیکار کردم؟ من خودم میدونم، همه چی هم میفهمم. چی ها میفهمی؟ چی ها میفهمی؟ میخواستم چیکار کنم؟ میخواستم با مادرت عروسی کنم، گناهه. میخواستم تو بشی پسر من، میخواستم مریم مادر داشته باشه. تو هم من بدی دیدی؟ چرا بیا بروی میکنی؟ نه خیر، این چیزا نیست، همه اینا باره وانته. تو وانتو میخوای، امو غلام گفته بود به اونه میاری. برا وانته، برا وانته. این هم وانت، ببر بده همون غلامت. تو چی میدونی؟ میفهمی من تو زندگیم چقدر سختی کشیدم؟ چه روز دیگاری به خودت رو بردی؟ هم خواب نده دارد. این اولش خواب بی که خواب بیست دوتا
دو روز بعد کار کنی پول در بیاری ماشین درست کنیم شهرش رو کم کنیم بیا. دارم میخواستم جا به جا کنم چند میگیری ببری؟ چی داری؟ یه یخچال و یک گاز و چند تا کارتونه میرم سمت مونیریه چند میبری؟ مونیریه؟ بله داداش 20 تومن 20 تومن؟ بگی گفتی ارزون در میبری؟ چه گفتی؟ 15 تومن بریم 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 آبا جان داداش خسته نباشی دستت هم درد نکن ببینم مال برای آزادی بدون آزادی آقا استادیوم استادیوم بچه ها برسیم بلا ای بابا بازی هم که شروع شده محمد ده دقیقه بازی رفته آقا برو دیگه اینو با چی آوردن تو بازی من از این قشنگتر بازی میکنم مواره ایه کورنر برکی من آره برو تو برو دیگه آقا ده دقیقه به آخرش برسی باشه تو قرار گرفته ایوان 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 آره قلپاقو بده قلپاقو بیا دست و پا فرمو با دایی هم هستی زده موتور داغون کرده ببخشیم بچه هست دیگه بچه هستیه نده پشت باشی خب حالا طوری نشده که موتور داغون شده صد دفعه بده گفتم پشت باشی نشی برو ببخشید آقا ببخشید بیا یا علی هیچی نشده آقا ببخشید بچه هست میرم کن زده موتور داغون کرده میگه بچه هست بچه هست دیگه نفر بچه هست ببخشید برو
بیا. به سلامت. اصلا موتورش چیزی نشده بود. به خودی دعوا رو انداخت. آقا زنده ببخش. باید حواسمو جمع می‌کردم. اینا پولا و رضا. فردا گیرباکس رو تعمیر می‌کنیم. حسابش میگیری؟ اینجا رو ببین. شیش نه چهار هفت نو یک سلام آمو. امو وانت خراب بود ولی فردا میخواییم گیرباکسشو تعمیر کنیم. امو فردا که تعمیرش کردی میفروشیمش. ابراهیم همینجاست. سلام آج کنم. فردا باید گیرباکسش رو تعمیر کنیم. اگه شاد که همین فردا میفروشیم. نمیخرن اینطوری، مفت میخواستن. چشم، سلام برسیم. هی میگه ماشین رو بفروشیم. گفت هم کار واجب دار. با من؟ چه میدونم؟ حتما فکر بکنه ما اینجا علاقیم. آقا دست شما دردن کن. برو. به سلامت. ابراهیم چه؟ میگم وانتو که بفروشیم تو چی کار میکنی؟ یعنی میگم بعدش کارت چی میشه؟ بگی بخواه خدا بزرگ. نگاه به این میگم ماشین جون گرفت تا 10 سال دیگه ماشینه. الان میتونیم بفروشیمش. کجا بفروشیمش؟ یه جای خوب سراغ دارم آدم مطمئن.
کجایی پسر؟ کجا بودی؟ رفته بودم جای ماشین رو عوض کنم. پلیس داشت جریمه میکرد. ولی 4 تومن خیلی خوبه. نگفتم اون موقع 2 تومن میخریدم. هی بفروش بفروش اینا رو به غلام بگو. درسته یا نه؟ میخوام یه جای خوب ببرم ات صفا کنی. کجا؟ چطوره؟ خوشت میاد؟ حالا یه کبابی بخوری تا حالا تو عمرت نخوری. میدونی اولین بار با کی اومدم اینجا؟ با کی؟ 15 سال گذشت. بابا تنوز ازدواج نکرده بود، جوان بودی. اونجا یه ساختمونی هست میبینی؟ آره، ما اونجا کار میکردیم. اونجا بود؟ آه یا حالا بعدا نشونت میدم. ما اونجا هم کار میکردیم، هم شبا میخوابیدیم. بعد از اونجا که اینجا رو میدیدیم، اینجا شلوغ بود و پر نور. بعد یه شب محمود گفت بیایم اینجا، ما اومدیم همینجا. بعد محمود پاشد بره یه نگاهی دور و بر بندازه، یه نفر ازش پرسید آقا غذای ما چی شد؟ بکرد کارگر اینجاست. بعد دوتایی رفتیم پیش صاحب رستوران، گفتیم آقا ما دوتا برادریم، میخواییم واسیم اینجا کار کنیم، همه کارم میکنیم. خلاصه یه هفته ای کار کردیم. بعد سرکارگر اینجا مچ محمود و سر خوردن کباب گرفت. خلاصه انداختنمون بیرون. محمود خیلی زرنگ بود، برگشتیم سر ساختمون، رامون نداده. خدا بیامرز کلی دروغ گفت، به خرجشون نرم. گفتیم بابامون مریض بود، رفتیم و برگشتیم، بازم به خرجشون نرم. خاطراتی داشتیم با محمود. شبا مشتری ها که میرفتن، کارمون که تموم میشد همینجا میگرفتیم میخوابیدیم. زیر سقف همین آسمون نقشه همون کشیدیم. کار میکنیم، پولامونو جمع میکنیم، زمین میخریم. توی این ترون خراب شده چه کارا که نکردیم. همه کار. خب چی کار میکردیم؟ هرچی بگیم. فال میفروختیم، گل میفروختیم، باکس میزدیم. یه بار محمود به کفش یکی که قهوه‌ای بود باکس سیازم فالدم. یه ما یه فال بردار. فردا ایشالله زحمت کم میگم. به سلامتی وانیت رو فروختین؟ صبح معامله میکنم، قبل از ظهرم اینجا میرم. ایشالله. صبح بمون اینجا، من میرم دفتر خونه معامله کنم، کار تموم کنم. باش، ولی به همه قولم نگی من باید نیومدم. چرا؟ گفت حواسم باشه با کی معامله میکنی؟ چند میفروشی؟ فروش ماشین با سنده، همه چیزش معلومه. اگه دوست داری بیای بیا. نه کار دارم، باید برم چند تا چیز بخرم. بلدی بری؟ گم نشی؟
نزدیکه، بلدم. خیلی خوب. بخشید اینو بدین. اینو؟ نه اون یکیشو. چرا؟ سبزشو بدین. تو فرمایید. دست درد نکنه. چقدر شد؟ 5000. مرسی. پول و غلام هست بده به غلام آقای ابراهیم من وسایل تو جمع کردم دخترتون پشت در بود برگشتیم ها اما غلام اصلا فکرشو نمی کنه بانه تو خوبته باشه بازم میریم تهران ایشالله
یواش همه تابستون تهران کار کرده بود. او با ای کار میکردیم پول در میبرد. بزرگ شدم میخوام یه وانت بگیرم. اون وقت میرم تهران کار میکنم. تو که نباید رو وانت کار کنی. باید درس بخونی یه کاری بشی. راننده وانت شد کار. منو که میبینی کار دیگه ای بلد نیست. تو ماشاءالله درس خونی. چی شد که وانتو خریدین؟ بعد فاطمه دست و دلم به هیچ کاری نمیرد. محمود گفت بیا رو این وانت کار. خدا رحمتش کنه. جعفر سلام ابراهیم خوبی؟ تازه رسیدی؟ آره وانه تو فروختی؟ صاحب فروختم ای ناقلا تو هم رفته بودی تهرون رضا ها؟ آره با هم رفته بودی پس اینجا نبودی خب آقا مبارک انشالله به سلامت خدا حافظ رضا من میرم به مادرت بگو شب که حاج غلام اومد میام حسابا رو میکنم پس ابراهیم یه دقیقه وایسه کارت دارم این واسه مریمه بس درد نکنه خداحافظ Sasha.